به جرئت میشه گفت هیچ ابزار یا ماشینی تا حالا نتونسته به اندازه کامپیوتر توی تمدن ما اثرگذار باشه. امروز میخوایم از اولین اجداد کامپیوترها شروع کنیم و قدم به قدم جلو بریم. از چرتکه تا کامپیوترهای کوانتومی. با بررسی تاریخچه این دستگاه‌های جالب، طرز کار هر کدومشون رو به طور خلاصه یاد می‌گیریم. این یکی از شیرین‌ترین داستان‌های تاریخ علمه. همراه من باشید. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. یه شرکت پیشرو در زمینه ساخت انواع سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن. از ساعت‌های هوشمند تا ربات‌ها، اندام‌های مصنوعی و ابزار پزشکی، کاوشگرهای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. معمولاً چرتکه به عنوان قدیمی ترین وسیله برای انجام محاسبات ریاضی در نظر گرفته میشه. احتمالاً سومری ها حدود 3000 سال پیش از ابزاری شبیه چرتکه استفاده میکردن. لوح سنگی سالامیس که مربوط میشه به 2300 سال پیش یکی از قدیمی ترین نمونه های چرتکه است که از جزیره سالامیس یونان کشف شد. خطوطی روی این لوح مرمری وجود داره که با چیدن سنگ‌ها روی این خطوط محاسبات ریاضی رو انجام می‌دادن. همون زمان رومی‌ها چرتکه رومی رو توسعه داده بودن که از نمونه‌های قبلی بهتر بود. اما چینی‌های باستان چرتکه‌ای به نام سوانپان ساختن که هنوزم خیلی جاها ازش استفاده میشه. بعد از اون چرتکه ژاپنی معروف به سوروبان ساخته شد. بعدش هم چرتکه روسی که احتمالاً نسبت به نمونه‌های قبلی به چشمتون آشناتره. چرتکه ژاپنی یا سوروبان ویژگی‌هایی داره که محاسبه‌های پیچیده رو ساده‌تر می‌کنه. برای همین امروز کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده. این وسیله از دو تا قسمت جدا از هم تشکیل شده. قسمت بالایی هر ستونش یه مهره داره، قسمت پایینی 4 تا. ستون اول برای یکانه، دومی دهگان، سومی صدگان، همینجوری میره تا هزار و ده هزار و میلیون. هرچقدر تعداد ستون‌ها بیشتر باشه، اعداد بزرگتری رو میشه باهاش حساب کرد. برای وارد کردن عدد یک، این مهره رو از ستون یکان میاریم بالا، این میشه دو، سه، اینم چهار. اما برای نمایش پنج، این چهارتا رو برمیگردونیم سر جاشون، در عوض مهره بالایی رو میاریم پایین. حالا دوباره با اضافه کردن این پایینی ها میرسیم به شیش، هفت، هشت و نو. مثلا اگه بخوایم عدد 62 رو وارد کنیم، 50 رو میاریم پایین، 10 هم میبریم بالا تا بشه 60، توی این ستون هم 2 رو اضافه میکنیم. حالا فرض کنید این عدد 62 رو میخوایم جمع کنیم با 25. کافیه 20 تا اضافه کنیم به این ستون، 5 تا هم به این یکی. پس جمع این دو تا عدد میشه 87. این ساده ترین محاسبه ایه که میشه با یه چرتکه انجام داد. اما کارهایی مثل ضرب و تقسیم اعداد بزرگ و گرفتن ریشه دوم و سوم هم امکان پذیره. حتی میشه با اعداد اعشاری هم کار کرد که اینا دیگه نیاز به آموزش و توضیحات طولانی داره. بعد از چرتکه میرسیم به ابزاری که سال 1617 توسط ریاضیدان اسکاتلندی جان نپر معرفی شد. این ماشین حساب شامل چند تا مکعب بلند بود که معمولاً از استخون یا آج ساخته میشدن. برای همین معروف شده بودن به استخوان‌های نپر. روی هر میله مکعبی اعدادی وجود داشت که نپر با محاسبات تجربی به دست آورده بود. طرز کارش به این صورته که مثلا برای ضرب 752 در 8 کافیه اون میله هایی که بالاشون اعداد 7 و 5 و 2 نوشته شده رو کنار هم قرار بدیم. بعدش چون میخوایم در عدد 8 ضرب بشه ردیف 8 اینا رو انتخاب کنیم. حالا به صورت مورب مقدارهای داخل این ردیف رو با هم جمع میکنیم. 6 که خودشه، 1 و 0 میشه 1، 4 و 6 میشه 10 که صفرش رو اینجا مینویسیم، 1ش میره رو بعدی، 1 و 5 هم میشه 6. بنابراین حاصل 752 ضرب در 8 میشه 6016. اگه به جای 8 یه عدد چند رقمی داشته باشیم، باید برای هر رقمش این کار رو انجام بدیم و جواب‌ها رو با هم جمع کنیم. قدرت اصلی این وسیله اینه که ضرب رو تبدیل میکنه به جمع، تقسیم رو تبدیل میکنه به تفریق. اینجوری محاسبات مربوط به اعداد بزرگ خیلی راحت تر میشه. دستگاه بعدی معروف به پاسکالین. سال 1645 بلز پاسکال، دانشمند فرانسوی، برای کمک به پدرش که مأمور محاسبات مالیاتی بود، این ماشین حساب مکانیکی رو اختراع کرد. اولین ورژن پاسکالین دارای 6 گروه از چرخدنده ها و استوانه ها بود. حرکت همین چرخدنده ها بود که عمل جمع و تفریق دو تا عدد رو انجام می داد.
این گردونه ها برای وارد کردن رقم یکان و دهگان و غیره استفاده میشن. بالای هر کدومشون هم یه عدده برای نمایش خروجی. روی هر گردونه دو تا علامت دیده میشه به اضافه یه دونه نشانگر. تو حالت پیش‌فرض نوک نشانگر روی شکاف بین این دو تا علامت قرار گرفته و خروجیش هم عدد 0 رو نشون میده. حالا فرض کنید میخوایم با این دستگاه عدد 28 رو با 56 جمع کنیم. اول 28 رو وارد میکنیم. گردونه دهگان رو به اندازه 2 واحد در جهت عقربه‌های ساعت میچرخونیم. یعنی اون شکاف بین علامت‌ها الان 2 واحد از نوک نشانگر دور شده. خروجی این گردونه هم عدد 2 رو داره نشون میده. گردونه یکان هم به اندازه 8 واحد میچرخونیم. حالا باید عدد دوم رو وارد کنیم، یعنی 56. پس گردونه دهگان رو 5 واحد دیگه میچرخونیم، گردونه یکان هم 6 واحد دیگه. بنابراین نتیجه میشه 84. البته پاسکال ورژن های مختلفی از پاسکالین اختراع کرد. برای کار با اعداد بزرگتر هم سعی کرد تعداد چرخ ها رو بیشتر کنه. ولی این دستگاه هیچوقت اونطور که انتظار داشت بین مردم محبوب نشد. یه دلیلش قیمت خیلی گرونش بود، یه دلیل دیگه هم این بود که فقط جمع و تفریق رو انجام میداد. هرچند عملیات تفریقش به راحتی جمع نبود. ضرب و تقسیم هم نمیتونست به طور مستقیم انجام بده. باید اول تبدیلشون میکردیم به جمع و تفریق. حدود 50 سال بعد، یعنی 1694، ریاضیدان بزرگ آلمانی گاتفرید لایبنیتز یه ماشین حساب مکانیکی پیشرفته تر اختراع کرد به نام شمارشگر پله‌ای. لایبنیتز برای ساخت این دستگاه 22 سال زمان گذاشت. ایده طلاییش استفاده از یه استوانه با زائده های پله‌ای بود که تا 2 قرن بعد هم برای ساخت ماشین حساب‌های مکانیکی به کار رفت. شمارشگر پله‌ای لایبنیتز میتونست هر 4 عمل اصلی رو انجام بده و تعداد ارقامی که حساب میکرد حتی به 16 رقم هم میرسید. بعد از این انواع زیادی از ماشین حساب‌های مکانیکی اختراع شد که هر کدومشون نسبت به نمونه‌های قبلی پیشرفتایی داشتن. ولی همچنان یه مشکل اساسی وجود داشت. این دستگاه‌ها قابلیت برنامه‌ریزی نداشتن. منظور از برنامه ریزی اینه که بتونیم ماشین حساب رو طوری تنظیم کنیم که وقتی دوتا عدد بهش میدیم مجموعه ای از دستورالعمل ها رو روی اینا پیاده کنه، هر وقت هم که دلمون خواست این دستورالعمل ها رو تغییر بدیم تا کارهای متفاوتی روی این عددها انجام بشه. راه حل این چالش بزرگ از جایی پیدا شد که هیچکس حتی فکرش هم نمی کرد. صنعت بافت پارچه های ابریشمی. قرن 18 شهر لیون فرانسه محل زندگی تعداد زیادی از اشرافزاده ها و تاجرهای ثروتمند بود. برای همین صنعت ابریشم بافی رونق خیلی زیادی داشت. اما یه مشکل بزرگ سر راهشون بود. دستگاه های نساجی اون زمان فقط طرحهای خیلی ساده رو میتونستن ببافن، در حالی که پولدارها دائما دنبال پارچه های جدیدتر بودن. یه راه حلش پارچه های دست باف بود. ولی بافت ابریشم با دست کار خیلی ظریفیه که هر متر مربعش چندین روز زمان میبره. بنابراین تقاضا برای این پارچه های گرون قیمت دائما زیاد میشد، ولی تولیدش خیلی کند پیش میرفت. کم کم بافنده هایی مثل بازیل بوشون شروع کردن به ابداع روش هایی برای خودکار کردن فرایند بافت پارچه های ابریشمی. سال 1804 یکی از همین بافنده ها به نام جوزف ماری ژاکارد با استفاده از تجربه های افراد قبلی یه روش عالی برای این کار ابدا کرد. دستگاه ژاکارد با کارت های مقوایی تغذیه می شد که پر از سوراخ بودن. اینا معروفن به کارت پانچ. این سوراخ ها ترتیب و رنگ نخهایی که دستگاه برای بافت پارچه های ابریشمی استفاده می کرد رو کنترل می کردن. سوراخ‌های روی هر کدوم از کارت‌ها در واقع نحوه بافته شدن هر ردیف از پارچه رو مشخص می‌کرد. بنابراین هر چقدر طرح پارچه پیچیده‌تر بود، به تعداد کارت‌های بیشتری نیاز داشتیم. مثلا برای بافت این پارچه معروف که تصویر خود ژاکارد رو نشون میده، از 24000 تا کارت پانچ استفاده شده. با این روش صنعت ابریشم بافی دگرگون شد. هم سرعت کار خیلی افزایش پیدا کرد، هم خطاهای انسانی تو بافت این پارچه ها از بین رفت.
ولی نکته مهمترش این بود که این ایده طلایی تبدیل شد به اولین جد کامپیوترهای امروزی. یه ماشین قابل برنامه ریزی که میتونستیم برنامه های مختلفی بهش بدیم برای بافت پارچه هایی با طرح‌های مختلف. کارت‌های پانچ نقش همین برنامه های کامپیوتری امروز رو داشتن. چند سال بعد یعنی 1820 ریاضیدان انگلیسی چارلز بابیج ماشین حسابای مکانیکی رو با ایده کارت‌های پانچ ترکیب کرد و اولین ابزار محاسبه‌گر قابل برنامه ریزی رو ساخت به نام دستگاه تفاضلی. بابیج بیشتر عمرش رو صرف این کار کرد و کمک‌های مالی زیادی هم از دولت انگلستان گرفت، اما هیچ وقت نتونست این پروژه رو کامل کنه. بعد از مرگش پسرش هم تا حدودی طرح پدر رو ادامه داد و یه مقدار کامل ترش کرد. با این حال ایده ها و طرح‌های بابیج سنگ بنای کامپیوترهای امروزی بود. برای همین معروف شده به پدر کامپیوتر مدرن. هدفش این بود که یه گروه از کارت‌های پانچ داشته باشیم برای دادن اعداد ورودی، یه گروه دیگه هم برای اینکه به دستگاه بگیم چطور محاسباتو انجام بده. یعنی هم اعداد هم عملگرهای ریاضی هر دوشون ترجمه می‌شدن به این سوراخ‌ها. پیشرفت بعدی داخل اداره سرشماری آمریکا اتفاق افتاد. این اداره با چالش بزرگی برای مرتب کردن و پردازش داده ها روبرو بود، چون باید اطلاعات خام جمع‌آوری شده از تمام آدم ها رو بر اساس جنسیت، سن، محل سکونت یا خیلی موارد دیگه مرتب و جدول بندی می کرد. بعد از سرشماری سال 1880 ایالات متحده، این اداره برای حل این مشکل یه مسابقه ترتیب داد. برنده این مسابقه کسی بود که بتونه سریع‌ترین روش برای پردازش این اطلاعات آماری رو پیدا کنه. یه مخترع آمریکایی به نام هرمن هولریت تو این رقابت برنده شد. سال 1890 هولریت ماشین جدولبندی رو اختراع کرد که بهش ماشین حسابداری هم میگن. اول از همه باید یه اپراتور انسانی اطلاعات آماری مربوط به هر شخصی رو با استفاده از دستگاهی به نام پانتوگراف تبدیل می‌کرد به سوراخ‌هایی روی یه کارت. بعدش این کارت‌ها داخل یه دستگاه دیگه می‌رفتن که با برقراری الکتریسیته بین بالا و پایین سوراخ‌ها این اطلاعات رو تبدیل می‌کرد به سیگنال‌های الکتریکی. این سیگنال‌ها چرخنده‌های داخل دستگاه رو می‌چرخوندن و محاسبات ریاضی رو انجام می‌دادن. بعدش نتیجه توسط عقربه‌های روی دستگاه نمایش داده می‌شد. یعنی در واقع این یه کامپیوتر قابل برنامه‌ریزی بود که هم قسمت‌های مکانیکی داشت هم الکتریکی. هولریت سال 1911 شرکت CTR رو تأسیس کرد و مدل‌های کامل‌تری ساخت که تا 40-50 سال بعد هم توی اداره‌های سرشماری آمریکا استفاده می‌شدن. سال 1924 این شرکت تغییر نام داد به IBM. الان IBM جزو قول‌های دنیای کامپیوتره که تو بحث کامپیوترهای کوانتومی هم رتبه اولو داره. گام مهم بعدی استفاده از شاخه ای از ریاضیات بود به نام جبر بولی. قرن 19 جورج بول ریاضیدان انگلیسی یه نوع خاصی از جبر رو تدوین کرد که به اسم خودش جبر بولی معروف شده. برخلاف جبر معمولی که مقدارهای عددی خیلی زیادی داریم، جبر بولی فقط دوتا مقدار داره. یعنی فقط روی این دوتا مقدار عمل میکنه. درست و نادرست. درست رو با عدد 1 نشون میدیم، نادرست رو با عدد 0. 3 تا عملگر اصلی هم داریم که روی این 0ها و 1ها اثر میذارن. اند، اور و نات. عملگر اند رو وقتی بین دو تا مقدار بولی میذاریم، اگه هر دوشون با هم 1 باشن، جوابش میشه 1، در غیر این صورت میشه 0. مثلا وقتی که میخوایم وارد حساب کاربریمون توی یه سایت بشیم، فقط در صورتی میتونیم که هم نام کاربریمون درست باشه هم رمز عبور. عملگر اور وقتی جوابش 1 میشه که حداقل یکی از مقدارهای بولی 1 باشن. مثلا اگه خونه شما هم برق شهری داشته باشه و هم ژنراتور برق، لامپ خونه‌تون فقط در صورتی روشن میشه که حداقل یکی از این دوتا کار بکنن، یعنی مقدارشون 1 باشه. عملگر نات هم هر چیزی رو برعکس میکنه. 1 میشه 0، 0 میشه 1. پس قدرت جبر بولی اینه که میتونه عبارتهای منطقی رو به صورت روابط ریاضی بیان کنه. غیر از جبر بولی یه مفهوم دیگه هم داریم به نام اعداد باینری یا دودویی که مبناشون 2ه، برخلاف اعداد معمولی که مبناشون 10ه.
مثلا عدد 45 رو اگه بخوایم به صورت دو دویی بنویسیم، کافیه پشت سر هم تقسیمش کنیم به دو، بعدش باقی مونده این تقسیم ها رو از آخر به اول بنویسیم. بنابراین شکل دو دویی عدد 45 میشه 1 0 1 1 0 1. اما یه دانشمند نابغه آمریکایی از جبر بولی و اعداد دودویی استفاده کرد برای ایجاد یه انقلاب بزرگ تو دنیای کامپیوتر. این دانشمند کسی نبود جز کلاود شانون، پدر نظریه اطلاعات. شانون سال 1937 این ایده رو مطرح کرد که روابط داخل جبر بولی رو میتونیم به صورت مدارهای الکترونیکی پیاده سازی کنیم. لازمه این کار اینه که تمام اطلاعات ما به صورت دودویی باشه، یعنی فقط 0 و 1، چون عملگرهای جبر بولی فقط با این دوتا مقدار میتونن کار بکنن. شانون اسم هر کدوم از این صفرها و یکها رو گذاشت بیت، که کوتاه شده این عبارته، باینری دیجیت یا رقم دودویی. اصلی ترین نکته کامپیوترهای دیجیتال همینه. کلمه دیجیتال از دیجیت میاد، به معنی رقم یا عدد. بیت ها کوچکترین واحد اطلاعاتن. میشه بهشون گفت اتم اطلاعات. هر بیت فقط میتونه دوتا مقدار داشته باشه، 0 یا 1، غلط یا درست، خاموش یا روشن، قطع یا وصل. وقتی 8 دونه بیت کنار هم قرار میگیرن میشن یه بایت. هر بایت رو میتونیم به عنوان یه کلمه در نظر بگیریم که از حروف الفبا، یعنی همون بیت ها، ساخته شده. با یه حساب ساده میشه فهمید هر بایت میتونه 256 تا حالت مختلف داشته باشه. 256 ترکیب مختلف از صفرها و یکها. مثلا این ترکیب برای کامپیوتر به معنی حرف A هست. تمام حروف الفبا و اعداد و کاراکترهای دیگه هم ترکیب دودویی مخصوص خودشونو دارن. از طرفی هر 1024 تا بایت رو میگیم یک کیلوبایت، هر 1024 کیلوبایت رو میگیم یک مگابایت، دوباره 1024 مگابایت رو میگیم گیگابایت، همینجوری ادامه داره تا ترابایت و پتابایت و غیره. غیر از اند و اور و نات، عملگرهای منطقی دیگه هم وجود دارن، مثل نند، نور، ایکسور، ایکسنور و چیزهای دیگه، که هر کدومشون تأثیر متفاوتی روی دوتا بیت میذارن. به همه این عملگرها میگن گیت های منطقی. هر کدومشون هم نماد مخصوص به خودشو داره. اولین کسی که این ایده درخشان کلاود شانون رو در عمل پیاده سازی کرد، جورج استیبیت، دانشمند آمریکایی بود. ماشین حساب استیبیت به عنوان اولین کامپیوتر دیجیتال جهان شناخته میشه، هرچند فقط دو تا بیت رو میتونست با هم جمع کنه. این دو تا بیت با فشار دادن دسته های ورودی داده میشه به ماشین. پایین یا وصل به معنی 1، بالا یا قطع هم به معنی 0. خروجی هم که جمع دو تا بیت ورودیه با دو تا لامپ نمایش داده میشه. وقتی هر دو ورودی صفر باشن، مدار هیچ کدوم از لامپ ها وصل نیست، هیچ کدومشون روشن نیستن، که این یعنی جمع این دوتا عدد میشه 0. حالا ورودی اول رو فشار میدیم، در نتیجه جریان برق وارد یه سویچ مکانیکی میشه. داخل این سویچ یه دونه سیمپیچ قرار گرفته که با ورود برق خاصیت آهنربایی تولید میکنه. بنابراین یه قطعه آهنی رو میکشه به سمت خودش و مدار لامپ اول رو وصل میکنه. لامپ اول روشن میشه ولی دومی خاموش میمونه، که اگه خاموش و روشن رو به عنوان 0 و 1 در نظر بگیریم، این داره عدد 1 دودویی رو نشون میده، یعنی 1 به اضافه 0 میشه 1. وقتی هم که هر دو ورودی رو وصل کنیم، یعنی 1 به اضافه 1، لامپ اولی خاموش میشه، دومی روشن، که این داره عدد 2 رو نمایش میده. این مدار ساده رو اگه بخوایم به صورت گیت های منطقی بنویسیم، از یه گیت اند تشکیل شده به اضافه یه گیت ایکس اور. به این مدار میگن نیم جمع کننده، که دوتا بیت میگیره و با هم جمعشون میکنه و نتیجه رو میده به خروجیش. با کنار هم چیدن گیت های منطقی مختلف میتونیم هر کاری که دلمون میخواد روی اطلاعات دودویی انجام بدیم. مثلا اگه 6 تا گیت اند و 2 تا گیت ایکس اور رو به این شکل به هم دیگه وصل کنیم، میتونه 2 تا عدد 2 بیتی رو در هم دیگه ضرب بکنه و نتیجه رو به ما بده. حالا هر چقدر اون کاری که میخوایم کامپیوتر برای ما انجام بده بزرگتر و طولانی‌تر باشه، این مدار گیت‌های منطقی هم پیچیده‌تر میشه.
چیزی که توی پردازنده گوشی یا کامپیوتر شما محاسبات مختلف رو روی صفرها و یکها انجام میده دقیقا همین گیت های منطقی هستن. اینا انواع محاسبات ریاضی رو روی داده های ما انجام میدن که نتیجهش میشه حل یه مسئله، نمایش یه تصویر، ایجاد یه صدا یا هر چیز دیگهی که فکرشو بکنید. بعد از این استیبیتس و همکاراش با کنار هم قرار دادن تعداد زیادی از این نیم جمع کننده های ساده کامپیوتری ساختن به نام مدل 1 که 400 تا سویچ مکانیکی داشت. میتونست 2 تا عدد 8 رقمی رو تو زمانی کمتر از 1/10 ثانیه با هم جمع کنه. توی سالهای بعدی دائما تعداد سویچ ها بیشتر شد و قدرت و سرعت این کامپیوترها بالا رفت. اما همین ذات مکانیکی بودن سویچ ها نتیجهش می شد خرابی زیاد و سر و صدای بیش از حد. اینجا بود که انقلاب بزرگ بعدی اتفاق افتاد. لامپ های خلع وارد ماجرا شدن. اول اجازه بدید چند دهه برگردیم به عقب. توماس ادیسون بعد از اختراع لامپ های رشته‌ای یا لامپ خلع متوجه شده بود که وقتی یه مدت طولانی کار میکنن یه طرف حبابشون تغییر رنگ میده و قهوه‌ای میشه. بررسی‌های بیشتر نشون داد زمانی که یه فلز تا دماهای بالایی گرم میشه بعضی از الکترون‌های آزادش از سطح فلز بیرون میزنن و منتشر میشن که به این اتفاق میگن تابش ترمیونیک یا گرمایونی. بنابراین وقتی رشته یا فیلامنت داخل این لامپ ها داغ میشه، الکترون هایی منتشر میکنه که جذب میشن به سمت اون سیم مثبت لامپ. در نتیجه اون سمت حبابش به خاطر برخورد مداوم این الکترون ها تغییر رنگ میده. البته این فقط در صورت استفاده از برق مستقیم پیش میاد. با برق متناوب برای هر دو طرف لامپ این اتفاق میفته. سال 1904 جان فلمینگ با الهام از همین پدیده یه قطعه جالب ساخت که صنعت الکترونیک رو زیر و رو کرد. فلمینگ داخل همون لامپ رشته‌ای یه صفحه فلزی دیگه یا الکترود اضافه کرد. با دادن بار الکتریکی مثبت به این صفحه، الکترون‌های منتشر شده از فیلامنت به سمتش جذب می‌شدن و یه مدار کامل می‌شد. ولی وقتی که بار منفی بهش میدادن الکترون ها رو دفع میکرد و مدار هم قطع میشد. یعنی شبیه یه خیابون یه طرفه بود که جریان الکتریکی رو فقط در یک جهت از خودش عبور میداد. این گروه از لامپ های خلع معروف شد به دیود ترمیونیک. همین ذات یک طرفه بودنش باعث شده بود کاربردهای مختلفی تو دستگاه های الکترونیکی داشته باشه، مثل تقویت سیگنال های ضعیف رادیویی یا تبدیل جریان متناوب به مستقیم. کم کم الکترودهای بیشتری به لامپ خلع اضافه شد و چیدمانش تغییر کرد برای افزایش دقت و سرعت. حالا برگردیم به ادامه داستان. دیدیم که استفاده از سویچ های مکانیکی برای پیاده سازی گیت های منطقی سر و صدای زیادی ایجاد می کرد و سرعت پایینی هم داشت. دانشمندان متوجه شدن که کار سویچ مکانیکی رو می تونیم با لامپ های خلع هم انجام بدیم. به این صورت که منفی یا مثبت کردن ولتاژ یکی از الکتروداش باعث میشه جریان الکتریکی قطع یا وصل بشه. داخل یه همچین سویچی دیگه خبری از حرکت‌های مکانیکی نبود. بنابراین هم سر و صدا از بین رفت، هم سرعتش خیلی افزایش پیدا کرد. کامپیوترهای لامپ خلع خیلی ساکت‌تر و سریع‌تر بودن. این خودش یکی از بزرگترین اتفاقای دنیای کامپیوتر بود. سال 1946، تقریباً یک سال بعد از جنگ جهانی دوم، داخل دانشگاه پنسیلوانیا دستگاهی ساخته شد به نام محاسبه‌گر و یک پارچه ساز عددی الکترونیکی یا به طور خلاصه انیاک. این کامپیوتر 19,000 تا لامپ خلع داشت و میتونست تو هر ثانیه 300 تا عمل ضرب انجام بده. انیاک تو زمان خودش پیشرفته ترین کامپیوتر دنیا بود که ارتش ایالات متحده تا چندین سال برای انجام محاسبات مربوط به جنگ افزارهاش ازش استفاده میکرد. با این حال مشکلات زیادی داشت. حدود 30 تن وزنش بود و سالونی به مساحت 140 متر مربع رو اشغال میکرد. خیلی هم پرمصرف بود چون باید رشته های داخل هزاران لامپ خلع رو دائما روشن نگه می داشت. از طرفی هم این لامپ ها عمر مفید کوتاهی داشتن و خیلی زود به زود باید تعویض می شدن. برای همین توی محاسباتش زیاد پیش می اومد که خطا داشته باشه. در طول سالهای بعدی این کامپیوترها تا حدودی پیشرفت کردن ولی بازم یه انقلاب بزرگتر اتفاق افتاد.
قطعه ای ساخته شد که از نظر خیلی ها جزو 10 اختراع برتر کل تاریخ انسانه، ترانزیستور. توی دهه های 1920 و 1930 نمونه های اولیه ای از ترانزیستورها اختراع شده بود. اما سال 1947 سه تا دانشمند از آزمایشگاه های معروف بل به نام ویلیام شاکلی، جان باردین و والتر براتین اولین ترانزیستوری که عملا کار میکرد و ساختن. برای این کار از عنصرهای نیمرسانهایی مثل ژرمانیوم و سیلیکون استفاده کردن. هر ترانزیستور سه تا پایه داره. پایه وسطی معروف به بیس، سمت راستی معروف به کالکتور یا گردآورنده، سمت چپی هم معروف به امیتر یا منتشر کننده. جریان الکتریکی از پایه کالکتور وارد میشه و از امیتر خارج میشه، ولی پایه وسطی این جریان رو قطع و وصل میکنه. به این صورت که وقتی بهش یه ولتاژ خیلی کوچیک میدیم، توی اتمهای نیمرسانای متصل به این پایه تغییراتی ایجاد میشه که اجازه میده جریان الکتریکی از پایه کالکتور بره به امیتر. یعنی شبیه شیر آب عمل میکنه. البته انواع مختلفی از ترانزیستورها وجود داره که طرز کارشون متفاوته. ترانزیستور هم دقیقا مثل لامپ خلاء میتونه دو تا کار اصلی برای ما انجام بده. یکی تقویت سیگنال های ضعیف، یکی هم همین نقش سویچ یا کلید خاموش و روشن. کم کم گیت های منطقی رو به جای لامپ های خلاء با ترانزیستورها پیاده سازی کردیم. این کار سود خیلی زیادی برای ما داشت. اندازه کامپیوترها کوچکتر شد، برق کمتری مصرف می‌کردند، گرمای کمتری تولید می‌کردند، به راحتی هم خراب نمی‌شدند و عمر بیشتری داشتند. مهمتر از همه اینا، کامپیوترهای ترانزیستوری نسبت به کامپیوترهای لامپ خلاء چندین برابر سریع‌تر بودند، چون فرکانس کاری ترانزیستورها خیلی بیشتر بود. می‌تونستن تو هر ثانیه میلیون‌ها بار قطع و وصل بشن. شاکلی و باردین و براتین به خاطر دستاورداشون در زمینه ساخت ترانزیستورها برنده جایزه نوبل فیزیک سال 1956 شدند. گام بزرگ بعدی زمانی بود که جک کیلبی، فیزیکدان آمریکایی، برای اولین بار تعداد زیادی ترانزیستور رو کنار هم قرار داد و یه مدار مجتمع یا IC به وجود آورد. با این کار اندازه کامپیوترها بازم کوچیک‌تر شد و سرعتشون افزایش پیدا کرد. به این مدارهای مجتمع که روی یه صفحه از جنس ژرمانیوم یا سیلیکون قرار میگیرن، چیپ یا تراشه هم گفته میشه. هر چیپ از هزاران ترانزیستور میکروسکوپی تشکیل شده. کیلبی برای این اختراعش برنده جایزه نوبل فیزیک سال 2000 شد. بعد از اون یه فیزیکدان دیگه به نام رابرت نویس بازم آیسی ها رو بهبود داد و پیشرفته ترشون کرد. رابرت نویس از بنیانگذارای شرکت معروف اینتل که امروز یکی از قولهای CPU یا پردازنده های کامپیوتری محسوب میشه. سال 1964 کامپیوتر IBM 360 اولین کامپیوتری بود که از این مدارهای مجتمع یا IC استفاده کرد و میتونست بیشتر از 34,000 محاسبه رو تو هر ثانیه انجام بده. از اون زمان تا امروز تعداد ترانزیستورهای داخل این پردازنده ها افزایش پیدا کرده و اندازه‌شون کوچیک‌تر شده، طوری که الان میلیاردها ترانزیستور داخل یه IC به اندازه یه سکه قرار می‌گیرن و تو هر ثانیه میلیون‌ها محاسبه انجام میدن. برای محاسبات بزرگتر و پیچیده‌تر کافیه تعداد زیادی از این پردازنده‌های پیشرفته رو با هم ترکیب کنیم. این همون چیزیه که بهش میگن ابر کامپیوتر. اما با این حال این کامپیوترهای کلاسیک ضعف‌ها و محدودیت‌هایی دارن که باعث شده به فکر ایجاد نسل جدیدی بیفتیم به نام کامپیوترهای کوانتومی. این محدودیت مربوط میشه به کوچکترین جزء اطلاعات یا همون بیت که فقط میتونه دو تا مقدار داشته باشه، 0 و 1. یه نمونه مهمش زمانیه که میخوایم یه رمز قوی رو بشکنیم یا مثلا میخوایم روی داده‌های خیلی زیادی عمل یادگیری ماشینی رو انجام بدیم. توی همچین کاربردهایی حتی قوی‌ترین ابر کامپیوترهای امروز به زمان خیلی زیادی احتیاج دارن. ولی نقطه قوت کامپیوترهای کوانتومی اینه که به جای بیت از کیوبیت استفاده می‌کنن، بیت کوانتومی. برای ایجاد کیوبیت ها دیگه ترانزیستور ها جوابگو نیستن. باید از یه ذره با خواص کوانتومی استفاده کنیم، مثل فوتون یا الکترون یا خود اتم ها.
توی برنامه‌های قبلی توضیح دادم که ذرات کوانتومی میتونن مجموعه‌ای از احتمالات مختلف باشن. مثلا اسپین یه ذره تو حالت عادی فقط میتونه دو مقدار داشته باشه، یا در جهت عقربه‌های ساعت دور خودش میچرخه یا در خلاف جهتش. اما تو دنیای کوانتوم اینطور نیست، میتونه همزمان هر دو حالت رو داشته باشه. بنابراین کیوبیت برخلاف بیت معمولی که فقط صفر یا یکه، میتونه در یه لحظه هم صفر باشه، هم یک، هم هر مقدار دیگه‌ای بین این دوتا. همین باعث میشه کامپیوتر کوانتومی از بین تمام حالتهای ممکن سریع‌تر بتونه جواب مورد نظر رو پیدا کنه. اما برخلاف کامپیوترهای معمولی که الان همه چیزشون کاملا مشخصه، هر شرکتی مثل گوگل یا IBM یا مایکروسافت کامپیوتر کوانتومی خودش رو به شکل متفاوتی ساخته. چون هنوز میشه گفت تو مرحله آزمون و خطا هستیم تا راه حلای مناسبی پیدا کنیم برای چالش‌های بزرگی که سر راه این کامپیوترها وجود داره. به هر حال هر چقدرم که زمان ببره کاملا ارزشش رو داره، چون محاسباتی که قوی ترین ابر کامپیوتر امروز برای انجام دادنش هزاران سال زمان میخواد میتونه فقط توی چند دقیقه انجام بده. تا قبل از دهه 1940 کلمه کامپیوتر به معنی محاسبگر به یه انسان گفته می شد که محاسبات ریاضی رو با قلم و کاغذ انجام می داد. ولی به مرور زمان نقش انسان تو این زمینه کمرنگتر شد و کامپیوترهای ماشینی مستقلتر شدن. من فکر نمی کنم این که ما از سلولهای زنده ساخته شدیم مزیت بزرگی برای ما باشه. قدرت برتر توانایی رام کردن حجم عظیمی از اطلاعاته. برای همین آینده مال کامپیوتر هاست. مال هوش مصنوعیه. همونطور که قبلا گفتم، نظر شخصیم اینه که جهان هستی داره یه شکل برتری از موجودیت رو میسازه و این کار رو داره از طریق ما انجام میده. حالا ممکنه ما هم بتونیم با این موجودیت جدید ترکیب بشیم و مدت بیشتری دوام بیاریم. شاید هم این اتفاق نیفته و به خاطر ضعف‌ها و مشکلاتی که داریم حذف بشیم. ممنون میشم اگه شما هم نظر خودتون رو برام بنویسید.